با یه مریض چه باید کرد؟ رئیس جمهور به درمان اعتقاد داره. درمان بدون دیوار و ون. البته به اعتقاد خیلی ها دوره درمان هم مسئله مهمیه که باید مورد توجه باشه. یک کسی مریض میشه ما چیکار میکنیم به هر حال؟ مریض رو چیکار میکنیم؟ نه با فیلتر حل میشه نه با ون، هیچ کدام، نه با دیوار. مریض میبریم پیش متخصص دیگه، اون راه حل برامو پیدا میکنه به هر حال. اول شناسایی میکنه نوع بیماری رو، بعد داروی لازم رو به ما میده. پس راه علمی داره. اگر سلامت راه علمی داره، فرهنگم راه علمی داره. سخنان دو روز پیش رئیس جمهور درباره چگونگی درمان برخی ناهنجاری‌های اجتماعی فرهنگی همچنان مورد بحث محافل رسانه‌ای است. روزنامه‌های یک طیف سیاسی با تیترهای درشت به استقبال این سخنان رفتند، اما روزنامه‌های طیف دیگر ترجیح دادند از کنار این بخش از سخنان آقای روحانی با سکوت بگذرند. البته تأمل در سخنان رئیس جمهور نشون میده فراتر از لایه ظاهری و بحث برانگیز اون، در صحبت‌های آقای روحانی نکته‌ای هست که میتونه مبنای خوبی برای بررسی و حل ناهنجاری‌های اجتماعی فرهنگی باشه. یک کسی مریض میشه ما چیکار میکنیم به هر حال؟ آقای روحانی همونطور که اول گزارش شنیدید در توصیف ناهنجاری‌هایی همچون بدحجابی، بی‌توجهی به ارزش‌ها و استفاده ناصحیح از اینترنت از کلمه مریضی استفاده کرده است. این سخنان صریح نشان می‌دهد رئیس جمهور هم مانند منتقدان معتقد است این رفتارها نوعی بیماری است. البته آقای روحانی می‌گوید مریضی‌هایی مانند بدحجابی و بی‌توجهی به ارزش‌ها با پیشنهاد 35 سال پیش یک نفر به وی مبنی بر دیوار کشیدن و یا روش‌هایی مانند گشت ارشاد درمان نمی‌شود و راه حل درست می‌طلبد. راه حل درست، راه حل علمی. البته که جامعه ما حجاب میخواد، عفاف میخواد، همه دوست دارن حجاب برای امنیت، ایجاد امنیت بیشتر. خب معلومه همه امنیت میخوان. شما هم دلت میخواد اگر دختر خانومت میره بیرون برمیگرده خیال خودت راحت باشه، خیال مادرش هم راحت باشه. رئیس جمهور همچنین معتقد است بیماری های نظیر استفاده غیر اخلاقی، بیهوده و ناصحیح از اینترنت با ایجاد فیلتر جواب نمیدهد، بلکه این نوع بیماری ها را باید نزد متخصص برد تا نسخه درمان تجویز کند. این نگاه درمان محور طبعاً نه تنها حق بلکه وظیفه رئیس دستگاه اجرایی کشور است که با روش‌های مورد نظر خود به درمان این ناهنجاری‌های اجتماعی فرهنگی بپردازد. راه حل علمی طبیعی است که نسخه مورد نظر آقای روحانی برای بهبود وضع بیمار نیاز به زمان دارد، اما این انتظار هم طبیعی و بدیهی است که آثار بهبود بیماری باید پس از مدتی نمایان شود و همه درمان قابل توجه مریض را ببینند و باور کنند. اگر انشاءالله نسخه مورد نظر رئیس جمهور جواب دهد، باید انتظار داشت بعد از مدت زمانی معقول نوع و آمار فعلی استفاده ناصحیح از اینترنت تغییری قابل درک یابد و فضای عمومی جامعه کاهش محسوس ناهنجاری ها را به ویژه در عرصه حجاب و عفاف شاهد باشد. به هر حال تلاش برای درمان ناهنجاری هایی که رئیس جمهور به درستی از آنها به نام بیماری یاد می کند ضرورتی است که هیچ کس در آن تردیدی ندارد. این سرزمین برای حجاب و عفت جنگید و مبارزه کرد و خون داد، اما از عفافش دفاع کرد و دفاع می کند و نخواهد گذاشت اون میراث شوم خاندان جنایتکار پهلوی روزی در این سرزمین دوباره بخواهد خودنمایی کند.